خب بچا راجهبه پرزن پرفکت صحبت کردیم که گفتیم دو تا مورد استفاده داره اولین مورد استفادهش گفتیم راجه به لایف اکسپریانس ها هست هر اتفاقی که در گذشته افتاده و راجع به تفاوتش با سیمپل پاس صحبت کردیم مورد استفاده دوم پرزنت پرفکت که مشترک با پرزنت پرفکت کنتینیوس در واقع زمانی هست راجع به چیزی میخوایم صحبت بکنیم که از یک زمانی در گذشته آغاز شده ممکن از بدو تولد من یا از هر زمان دیگری حتی سه دقیقه پیش تا به الان ادامه پیدا کرده در این صورت هم من میتونم از پرزنت پرفکت استفاده کنم مثل مثال دوم نگاه کن میگم I have been a teacher for 10 years یعنی من ده سال است که مدرس زبان هستم من ده سال پیش شروع کردم از آن زمان تا الان مدرس بودم present perfect حالا برای فعل هایی که ing میگیرن میتونن به حالت continuous بشن مثل فعل teach فعل بین نه ما گفتیم I have been بودم بودن دیگه ing در کار نداره ولی فعل teach رو میتونم به جای present perfect از present perfect continuous استفاده کنم ساختارمون این شکلیه have یا بین ING بین ثابته has اگر فائل شی یا ایت باشه بقیه فائل ها have بین ثابته و آینجی این همونه مثال بالا رو ببین I've been teaching English for 10 years این دوتا هم معنی هم هستن اوکی okay? I've been a teacher for 10 years I've been teaching English for 10 years برای کارهایی که خیلی وقت داری انجام میدی و احتمالاً ادامه میدی برای آینده ترجیح ما اینه که پرزنت پرفکت کنتینیوس استفاده کنیم چرا چون تنس سختری امتیاز بهتری داره اونجایی که نمیتونی به فعلت آی ان بدی یا احتمالا میخوای تمام کنی می مثلاً مثلا طرف میگه آی بین تیچر فور 10 ایز دیگه 10 سال تیچر بودم دیگه بس میخوام باز نشسته باشم اصولا پرزنت پرفکت لایکلی تره ولی اونی که آی استفاده میکنی این تا الان اتفاق افتاده و شما تمایل داری به ادامه دادن آی ونتج انگلیش فور 10 ایز یعنی من الان ده ساله که تدریس کردم بازم میخوام بکنم مثال بعدی رو ببین میگه she has been playing the guitar for six months شش شیش ماهه که فلانی داره گیتار میزنه و یه اشتیاقی هست که حالا ادامه بده دیگه اگر میخواست ببندتش ترجیحمون present پرفکت بود پس حواست باشه present پرفکت برای آنفینیشت action ها هم استفاده میشه اگر فعلمون اینجی نگیره یا حالتی باشه که احتمالا تمایلمون به پایان دادن به اون کاره مثلا من میگم I have lived in this house for 10 years ده سال تو این خونه زندگی کردم it's time for a change ولی اگه بگم I've been living in this house for 10 years این ده سال زندگی کردم و اعتمالا میخوام ادامه بدم باز هم زندگی بکنم یه فرق کوچولو این مدلی توشون هست ببینید بچه ها تو آزمون هایی که شرکت میکنید یا هر جا که میخواین گرامرتون رو ارائه بدین هر چی شما تنس های بیشتر استفاده بکنید هر چی گسترده تر گرامر استفاده بکنید امتیاز بهتری میگیرید نمره بهتری میگیرید Okay. پس دقت بکن سعی کن که مثلا یه جا present perfect continuous بگی یه جا present perfect بگو و اصولا حواست باشه present perfect و present continuous تو تنسه دبر بیارتر هستن تنسه simple present و simple past اینا تنسه های بیسیک به حساب میاد توی کتاب بیسیک مایناری یاد میگیریم اینو مد دا نظرت داشته باش مثالو ببین میگه I've been living in this house since 1399 حواست باشه present perfect continuous بازه زمانی رو داره میگه از یه وقتی تا به دن. اصولا یا با فور for six months, for ten years, for ten, for ten, days, for two minutes حتی مثلا میخوام بگم فلانی پنج دقیقت منتظرته منتظرت. She has been waiting for you for two minutes دوره رس منتظرته for 5 minutes یعنی می میتونه زمان کوتاه باشه یا یک زمان طولانی باشه معمولا یا فور داریم که داره طول زمان رو نشون میده یا since داریم که داره از ابتدای زمان به بعد رو نشون میده میگه since 1399 یعنی از سال 99 تا به الان دقت بهش داشته باشه اصلا آینجی معمولا این حالت رو داره اگر بخوام منفیش بکنم که به حق و حزش نات میدن دیگه یا اگر بخوام سوال بپرسم معمولا مثلا میپرسم have you been driving for a long time؟ خیلی وقت رانندگی رندگی میکنی؟ اوکه این مدلی اسنوکو هست چه میپرسیم؟ یا معمولا بهترین سوالی که میتونیم با دابل اچ بپرسیم how لانگ دیگه خود اون طول زمان رو میپرسه میگه how long have you been waiting؟ how long have you been driving؟ how long have you been working in this company؟ چند وقت اینجا داری کار, کار میکنی؟ وقتی میخوایی راجع به کار کردنت صحبت بکنی به جای که بگی I work بانک Uh, مثلا I work at a bank simply اینو you know, بگی میتونی به بازه زمانی اشاره بکنی که تنس بهتر استفاده بکنی I've been working uh, at the bank for five years مثلا I've been working in this company for 10 years ببین چه ساختار خوشگل تری ارزش گرامری بالا داره مثال بعدی رو ببین میگه How long have you been married? Been Have you been married? شما متعهل بوده اید اگه میخواست present continuous بپرسه میتونست بپرسه مثلا How long have you been living with each other? اوکی؟ okay. ولی خب اینجا پرزنت پرفکت پاسخگو برای ما بوده حواست بهش باشه پرزنت پرفکت کنتینیوس و پرزنت پرفکت رو استفاده بکن دو تا تنس بسیار خوبه فقط حواست باشه حفظ نکنی به حالت اینکه من اینو حفظ کردم استفاده کنی واقعا یاد بگیر تنس های به درد بخورین و تو استفاده های روزانه راجع به کاری که میکنی اینقدر وقت رانندگی میکنم مثل مثالایی که من زدم مثال های ساده من میزنم مثالای دم دستی اینقدر وقت تو این خونه زندگی میکنم با فلانی دوستم فلان غذا رو مرتبا دارم میخورم یا هر چیز دیگه ای مثال بزن مثال مثبت منفی yes no question و w اچ کوشن بریم برای تنس بعدیمون پس پرفکت به پس پرفکت میگیم پس دین past چرا؟ چون دو تا عمل در گذشته من الان راجع به دو تا عمل دارم صحبت میکنم در گذشته یکیش زودتر اتفاق افتاده یکی دیرتر اونی که دیرتر اتفاق افتاده به الان نزدیکتره دیگه مثلا فرض کنید مثال رو ببین میگه I had gotten married when I started my business من ازدواج کرده بودم وقتی بیزنس هم شروع کردم الان دارم میگم من پنج سال پیش بیزنس همو شروع کرده بودم مثلا این سیمپل پسته I started my business قبلترش ازدواج کرده بودم این قبل تره باید به صورت پست پرفکت هد پی پی استفاده بشه پرزن پرفکت بگه غلطه پرزن پرفکت یعنی از یه زمانی تا الان Life experience. اوکی okay. حواست باشه پاس پرفکت یعنی قبل یه زمان اصلا شما پاس پرفکت استفاده میکنی باید یه سیمپل پستی یا یک زمانی در گذشته گویا باشه برای شنونده یا برای خواننده که داره مطلب تو میخونه اگه نباشه خب سیمپل پست میگم دیگه مثلا میگم آی آی گات 10 years ago and then after 3 years i started my business تو تو سیمپل پست استفاده کردم چون اینا گوشتم تو ترتیب اول ازدواج کردم بعدتر مثلا بیزنسمو امران کردم ولی زمانی که میخوام پست پرفکت استفاده بکنم حتما باید اینو به صورت گویا بگم I started my business قبل ترش I had gotten married اونی که قبل تر در واقع اتفاق افتاده حد پی این یکی سیمپل پست یا ممکنه زمان باشه مثل مثال بعدی میگه I had eaten dinner by 9.30 این 9.30 حکم همون سیمپل پست رو داره یک زمان گذشته یه گویاست میگه تا ساعت نهانیم یعنی قبل تر از ساعت نهانیم من دینرم خورده بودم تمام شده بود I had eaten dinner by 9.30 9.30 دیگه دینری موجود نبوده گویاز ترتیبش میتونستم هم باز بگم چی I ate my dinner and later at 9.30 I watched TV okay? میتونستم بزنم تو اردر کدوم بهتره اونی که پس پرفکت داره چرا؟ حرفش گرانویش با بتره من سیمپل پس همطوری بچینم استفاده بکنم بهتره یا پس پرفکت بگم حواست بهش باشه ساختار خوبیه پس پس پرفکت تنها نمیاد همیشه با یه سیمپل پستی میاد که نشون بده قبلتر از این اتفاق افتاده یا با یه زمان گویا در گذشته حواست بهش باشه مثال رو ببین سوال میگه هدیو you been to 1399 میگه تا سال 99 پاریس بودی قلترش ببین چه ساختار خوب باشه. میگه بای یعنی تا سال 99 اگه میخواست بپرسه تو آیا سال 99 پاریس بودی؟ چی میپرسید؟ سیمپل پست میگفت Were you uh, to Paris in 1399 سال 99 شما پاریس بودی؟ بله بودم یا نه بودم ولی داره میگه بای وقتی میگه بای یعنی تا آن زمان میگه تا سال 99 قبلتر 99 شما پاریس رفته بودی؟ حواست باشه یه yes, no با had سابجکت و حالا اینجا بین بوده یا هر پی پی دیگه ای می میپرسیم دابلیوچا هم همینطور میگه who had been at home by 8 کی ساعت تا ساعت هشت خونه بود یعنی رسیده بود ساعت هشت به خونه مدل انجام داده بودم فارسی مدل موازه یه تقریبا. فایل رو داره میپرسه who had pp who had eaten my dinner Okay? Who had eaten my dinner وقتی که یه ها Who had eaten my dinner من رسیدم خورا دیدم که Somebody had eaten my dinner I arrived home and I saw Oh my god Somebody had eaten my dinner یکی شام منو خورده بوده قبل okay? زمانی شما اینو خالی استفاده میکنی گفتم تو تنسای قبلی هم که تو قبل ترش برای شنونده این گویاست که داریم راجع به کی صحبت میکنیم دقت بکن اگه تو اوردر میذاری سیمپل پسته ولی ترجیحمون اینه که این کار بکنی حتی اگه داری برای آزمون های آماده میشی یا میخوای یه شوافی رو گرامرت بکنی از این استفاده کن یه ماجرایی که داری تعریف میکنی سیمپل پسته سیمپل پسته سیمپل پسته, سیمپل پسته. یه هوی شیفت بک بکن پس پرفکت بگو مثلا میگم I went to a party it was amazing and there were a lot of wonderful food. I tried sushi for the first time the bean, For this first time. I had never eaten sushi before. یعنی قبلتر از اون مهمونی که سوشی خوردم هرگز سوشی نخورده بودم اوکی اینطوری میتونی روی سپیکینگ یه مانور خوشگل بکنی که در واقع یه مقداری ارتقاش بدی بریم. بریم سراغ آخرین تنس این قسمتمون سیمپل فیوچر که خیلی ساده است میدونی که با ویل میسازیم یه لطفی بکن به خودت و به من اینو نگو ویل دب دابلیو ببین و اصلا W و وی دو حرف مختلفن و که مثل و فارسی میمونه ویه مثل وری W هست و اینم یه کشیده نیست شورت آیه ول حتی ال هم ل فارسی انگلیش با هم فرق میکنه ببین ول هیچ وقت هم نمیگیم هی ویل من اینجوری نوشتم شما ببینیم میگیم هیل این به هم وصل میکنیم تو سپوکن ما هرگز این کار نمیکنیم تو ریتن انگلیش بله میکنیم این کار ولی تو کی میگه آی ویل Nobody. Hey، will call me later. بعدا من زنگ میزنه. Will you marry me? جمله مورد علاقه خانم Will you marry me? تو من ازدواج میکنی؟ اگر بخواد یه سنو کوسشن بپرسه بخواد به WH بخواد بپرسه مثلا میگه Who will cook tonight? کی امشب غذا میپزه؟ داره فائل و مورد سوال قرار میده. فائل نداریم ببین. Who will cook tonight? I will I will short short answer یا حتی have to. to I'm cooking tonight. I'm going shopping to buy something for tonight. پرزنت Continuous گفتم قبلتر راجع بهش صحبت کردیم فرق بین Present Continuous و سیمپل فیوچر رو که اون در واقع پلن قوی تری داره و اگه بخوام مفعول رو مورد سوال قرار بدم میگم Who will you visit? Who will you visit? کی تو ملاقات میکنی یو اینجا نقش فاعل و اون هو نقش مفعول رو داره حواست باشه برای این اینکه راجع به آینده صحبت بکنیم میدونیم با ویل میتونیم راجع به آینده صحبت بکنیم با present continuous راجع به آینده صحبت بکنیم با to be going to معمولا وقتی میخوام یه کاری رو انجام بدم تو be going toه. یعنی فرقشون با هم اینه مثلا am going to talk to my boss تصمیم گرفتم که با رئیسم صحبت بکنم میخوام این کار رو بکنم I'm going to do that اگه بگم I'm talking to my boss today یعنی من امروز با رئیسم صحبت میکنم یه نکته کوچولو هم راجع به talk to و talk with بگم چون تو مثالش استفاده کردم بچه ها talk to یعنی یکی صحبت کنی یکی گوش بده میخوام برم یه اعتراضی به رئیسم بکنم من صحبت میکنم اون گوش میده کم حرف میزنه talk with یعنی هر دو با هم حرف بزنیم right now I am talking to you شما داریم به من گوش میدیم من دارم حرف میزنم but later one day maybe we visit each other and we talk with each other با همدیگه این مدلی صحبت بکنیم تنس هایی که داشتیم تنسایی بوده که الان مطرح کردیم همه رو قبلا شما یاد گرفتی اگر بهش خوب نپرداختی لطفا مثال بزن جمله سازی بکن استفاده بکن صداتو زد کن راجع به چیزهای مختلف صحبت کن یه قصه برای خودت بگو شروع کن از یه قصه ای که آقا من یه مهمونی رفتم قبلترش فلان کار نکرده بودم کردم حتی بیا برسونش به الان بگو از آن زمان تا الان با فلانی که دوست شدم تو مهمونی و همدیگه رو می بازی کن با تنسا بزار سوار بشه روی سپیکینگت و وقتی واسه آزمون میری شبیه یه حالت فکر نباشه انگار واقعا داری باهاش راحتی و داری به درستی استفاده میکنی خوب این قسمت ها تمرین کن تا بریم سراغ گرامرهای بعدیمون تو ویدیوهای بعدی